Hayri Maulid Husurat, جد نجد بالای سر احمد در خانواده و سایش زندگی مانند زیستن در خونی نسخای ادامه دارد. باور داشته باشیم که اسلام بلندترین جایگاه و مقام را برای زن قبول داشته و در تساوی حقوق زن و مرد تاکید داشته است. ولی امروز متاسفانه از باورهای دینی و اسلامی تعبیر و تفسیرهای سوء و مردانه صورت میگیرد. در طول تاریخ افکار مردسالار در جامعه حاکم بوده و این وضع باعث محرومیت زن در جامعه غلبه است. باور دارم که در افغانستان امروز مشکلات زیادی فراراه مردم قرار دارد و تنها زنها نیستند که از فقر، خشونت و سایر مشکلات اجتماعی رنج می‌برند، بلکه همه ملت ما در مشکلات فراوان گیر مانده‌اند. اما زنان آن قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه بودند که میزان و رفتار خشونت علیهشان بیرون از چوکات اسلام و انسانیت می‌باشد. حتی امروز در قرنی بسیار رقم بلند از زنان در کشور ما نه تنها که به حقوق ابتدایی اسلامی و انسانی و شهروندی خویش دسترسی نداشتند، بلکه از آنان آگاهی ندارند. میزان بلند خشونت‌های ضد انسانی علیه زن که در ماه‌های اخیر به وقوع پیوسته به دیدگاه من اشک موج را متزلزل بر غم و ارجحیت بخشیدن در کانون من خشونت علیه زن می‌گردد. بانوان مبارز، اساساً همه می دانیم که 8 مارچ تایی کنفرانس ها و گرد همایی های رسمی با حضور زنان و مردان اکادمی و یا رسمی تدلیل می دهد. ولی من خواستم که به مناسبت تدلیل از 8 مارچ برنامه های آگاهی دهی از حقوق زنان و بخصوص قانون منع خشونت علیه زن را در کنار شما مردم عدالت ها و عدالت پیش در چوکات یک برنامه جلسه تجلیل قبلا چندین جلسه مشورتی و نظرخواهی راجع به قانون منع خشونت علیه زن را به خاطر آگاهی عامه با وکلای محترم اقوام، ملا صاحبان و سایر بزرگان قومی تدبیر نمودیم که خوشحالم امروز در کنار من و شما خواهرانم ملا صاحبان و سایر وکلای محترم قومی در این مهم همکار هستند که برای پذیرفتن این مسئولیت بزرگ به نمایندگی از شما می خواهم از همه ایشان جهان سپاس و شکران نمایم.